جنگ در نو ولایت 118 جنگجوی طالبان کشته شدند. طرح پیشنهادی طالبان برای دولت صلح فاش شد. اخطاری طالبان در بلخ: بالای مراکز فحشا حمله می کنیم. باید خدا به یک زیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این ویدیو را لایک کنید. اخطاری طالبان در بلخ: بالای مراکز فحشا حمله می کنیم. گروه طالبان گفتند که بالای مراکز فحشا، ساخت شراب و قمارخانه حمله خواهند کرد. به گزارش سپوتنیک، اخطاریه در صفحات اجتماعی دست به دست می شود و گفته می شود که اخطاریه که مربوط به استخبارات طالبان در ولایت بلخ است، در این پیام هشدار دادند که مراکز فحشا، ساخت شراب و قمارخانه ها در صورت ادامه فعالیت ها از سوی جنگیان آنها مورد حمله قرار خواهد گرفت. در این اخطاری آمده است به ادلاع تمام مردگوخانه ها، مراکز ساخت شراب و قمارخانه ها رسانیده می شود که فعالیت های پلید و زشتشان را دست بردارند. در صورت ادامه کار از طرف مجاهدین امارات اسلامی مورد هدف نظامی قرار خواهند گرفت. طرح پیشنهادی طالبان برای دولت صلح فاش شد. طرح پیشنهادی صلح منصوب به طالبان از سوی رسانه های افغانستان نشر شده است. به گزارش سپوتنیک، تلویزیون یک افغانستان مدعی شده است که به نقطه از طرح صلح طالبان دست یافته است. در این سند که سوی این شبکه نشر شده، طالبان دیدگاهی بسیار نزدیک با طرح شورای مصالحه ملی افغانستان دارند. در این سند طالبان خواهان ایجاد یک دولت موقت برای مدت حد اکثر 20 ماه شدند تا زمینه انتقال قدرت به دولت اسلامی بعدی را فراهم کنند. بر اساس این طرح، طالبان دو گزینه را برای رهبری افغانستان پیشنهاد کردند که شامل نظام ریاستی و یک رئیس، معاونین رئیس، 24 وزیر و 6 سیاست است. در گزینه دوم، طالبان پیشنهاد نظامی دارای یک رئیس، یک صدر اعظم، معاونین رئیس، معاونین صدر اعظم، 24 وزیر و 6 سیاست را ارائه کردند که وزرا به رئیس یا صدر اعظم پاسخگویند. صدر اعظم حداقل مسئولیت دو ستون از 4 ستون اصلی دولت را عهدهدار خواهد بود. در بخش قوای مقننه نیز طالبان خواهان از زیاد 84 کرسی در ولسی جرگه شدند و گفتند که در مجلس سنا باید شوراهای ولایتی، رئیس دولت و طالبان هر کدام 34 سناتور تعیین کنند. گزینه بعدی طالبان برای قوای مقننه ملحل کردن پارلمان فیلی است. طالبان گفتند که قانون اساسی فیلی در صورتی که با توافق صلح مغایر نباشد تا تصویب قانون جدیدی نافذ است. جنگ در نو ولایت، 118 جنگجوی طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 118 جنگجوی طالبان در درگیری با نیروهای دولتی کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان گزارش شده است که جنگ میان دولت و طالبان در نو ولایت کشور جریان دارد. طبق خبرنامه وزارت دفاع ملی که امروز پنجشنبه 9 سال منتشر شد، این شماره جنگجویان طالبان در ولایت های لغمان، غزنی، قندهار، زابل، هرات، غور، بر، خلمن و قندهار کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی گفته که در این درگیری ها 4 جنگجوی طالبان نیز بازداشت و مقدار از اسلحه و مهمات این گروه تخریب شده است. همچنین 169 ماین مختلف توسط نیروهای دولتی کشف و خونسار شده است. وزارت دفاع ملی در مورد تلفات احتمالی نیروهای دولتی چیزی نگفته است. این وزارت طی روزهای اخیر آمار درشت را از تلفات طالبان ارائه می کند که حکایتش تشدید جنگ دارد. این در حال است که مذاکرات صلح در قطر متوقف است و نشست استانبول که طبق آخرین تاریخ اعلام شده قرار است بعد از عید سعید فطر برگزار شود، به دلیل عدم شرکت طالبان در ابهام قرار گرفت. تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن طالبان به میز مذاکره جریان دارد، اما تحلیلگران میگویند قطعی شدن خروج کامل قوای خارجی طالبان را به تشدید جنگ برای رسیدن به قدرت تحریک کرده است. مسئولان نظامی و غیر نظامی برای بررسی وضعیت امنیتی غزنی به این ولایت سفر کردند. منابع محلی ولایت غزنی میگویند که مسئولان نظامی و غیر نظامی برای بررسی وضعیت امنیتی غزنی به این ولایت سفر کردند. واحدالله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، گفت که عبدالله محب، مشاور امنیتی ملی، شمیم خان کدوازی، رئیس اداره مستقل گرانهای محلی، محمد یاسین زیا، سرپرست وزارت دفاع ملی، حیات الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله، احمد زیا سراج، رئیس عمومی امنیتی ملی و معین ارشد وزارت امور داخله روز پنجشنبه 9 مصر به این ولایت رفتند.
آقای جمعه‌زاده هدف از این سفر هم مسئولان نظامی و غیر نظامی به این ولایت را بررسی وضعیت امنیتی بر آورده ساختن خواسته های موجود در بخش های نظامی و غیر نظامی و چگونگی بهبود امنیت در دراز مدت عنوان کرد. گفتنی است که در این اواخر میزان ناامنی در این ولایت افزایش یافته است. بر اساس معلومات منابع محلی، بیشتر ولسوالی های این ولایت زیر تهدید گروه طالبان قرار دارد. از جمله ولسوالی قره‌باغ این ولایت یک هفته است که شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان است. در اثر این درگیری ها بیش از 1000 خانواده از این ولسوالی بی جا و به مناطق امن پناه برده شدند. انتقال رهبران طالبان به افغانستان، پیام ها و پیامدها. مهدی نوری، خبرگزاری افاق. انتقاد از استقرار شوراهای رهبری مراکز فرماندهی و اردوگاه‌های آموزشی طالبان در پاکستان، بزرگترین دست ابراز تبلیغاتی دولت برای سیر سوال بردن هویت ملی و شناسنامه افغانستانی آن گروه بوده است. بارها رهبران کابل تاکید کردند که صلح با طالبان تصمیم به انتقال کانون‌های رهبری خود به داخل افغانستان را گرفتند. پیامدهای این تصمیم چیست و چه پیامدهایی برای آینده سیاسی و امنیتی افغانستان خواهد داشت؟ احمد ضیاءالسرار رئیس عمومی امنیت ملی خبر داد که مولوی احمد قندوری از افراد مهم کلیدی طالبان روز دوشنبه 6 سرور در قندهار کشته شده است. آقای سراج مدعی شد که بعد از اختر منصور رهبر پیشین طالبان، مولوی احمد قندوری یکی از بلندرتبه‌ترین افراد این گروه بود و گفته ای او به دلیل انتقادهایی که در مورد وضعیت یا موقعیت بودوباش طالبان وجود دارد، این گروه در سالهای اخیر تلاش کرده که در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان و زابل برای خود پایگاه پیدا کنند، ولی کشته شدگان احمد قندوری نشان داد که در افغانستان برای آنان جایگاهی نیست. او مدعی شد که رهبران طالبان تلاش کردند که با افزایش عملیات نظامی در 4 ولایت جنوبی رهبری این گروه را به داخل افغانستان منتقل کنند. به گفته وی آنها به خصوص تلاش داشتند تا کمیسیون‌های استخبارات اطلاعات فرهنگ و موسسات خود را به داخل افغانستان انتقال دهند. به باور کارشناسان یکی از اهداف مهم طالبان، همان گونه که رئیس عمومی امنیت ملی هم به نحوی از آن کرده، از کار انداختن ماشین تبلیغاتی دولت درباره زیر سوال بردن تعهد و وفاداری طالبان به منافع ملی به عنوان یک نیروی افغانستانی است. طالبان میخواهند با انتقال شوراهای رهبری خود به داخل کشور نشان دهد که دیگر پیاده نظام پاکستان نه، بلکه نیروهای افغانستان است که به تعبیر خودشان برای استقلال افغانستان و استقرار یک نظام اسلامی در کشور جنگیدند. پیام دیگر این تصمیم آن است که طالبان خود را در آستانه رسیدن به قدرت می‌دانند و دیگر یک گروه متواری فاقد حاکمیت سرزمین و مراکز رهبری مشخص در داخل خاک کشور به حساب نمی‌روند، بلکه می‌خواهند نشان دهند که به مثابه مدعی استقرار حضور در قدرت از این توان هم برخوردارند که از حاکمیت خود را به نمایش بگذارند و برای این منظور مراکز استقرار رهبری خود را در داخل خاک کشور برپا کنند.